خب سلام، جادی هستم. به درس دوم خوش اومدین. 102.2 اینستال کردن بوت منیجر. متاسفانه یکی از تئوریک ترین درس هایی خواهد بود که تو این سری داریم. LPIC 1، امتحان 101 رو داریم پیش میریم. دلیل تئوریک بودنش هم اینه که ما بوت منیجر های مختلفی داریم که حداقل دو تاشون از رده خارج شدن و ما فقط داریم یکیشو استفاده میکنیم دنیای واقعی، ولی هر سه تا رو باید امتحان بدیم. در نتیجه باید دربارشون حرف بزنیم. بعد از این کار باید بتونین یه بوت منیجر رو انتخاب کنین، نصب کنین و تنظیم کنین. در مورد اینکه دقیقاً بوت منیجر چیه حالا حرف میزنم. در واقع هدف این دوره، در واقع این واحد، چیش میگن؟ ماجول، اینه که شما بتونین تشخیص بدین که کجاها بوت منیجر میتونن نصب بشن و آپشن هایی که دارین براش چیه. اینستالش کنین و مثلا گراب لگاسی رو کانفیگش رو بفهمین یا گراب اصلی رو، در واقع اصلی یعنی ورژن 2، حالا همینا رو حرف میزنیم. تنظیمات اولیه گراب 2 رو انجام بدین و بتونین در واقع با بوت لودرتون یه سری رابطه برقرار کنین. چیزهایی که توش یاد خواهید گرفت منیو لیست، گراب اینستال ام بی آر و سوپر بلاک. اول یه توضیح کلی بدم سیستم چجوری اصلا بوت میشه. سیستم که میاد بالا کامپیوترتون، حرف زدیم یه کوچولو، بایوس که در واقع یه حافظه فقط خواندنیه که تو سخت افزار کار گذاشتن، میاد یه چیزایی رو چک میکنه. در واقع اول کامپیوتر روشن میشه، بالاخره باید یکی بفهمه که چه کنترل هایی انجام بده تا برسه به سیستم عامل. بایوس این کارو میکنه، بعد میده دست یه چیزی به اسم پست. در واقع حین در واقع بالا اومدن سیستم، درست قبل از اینکه بده دست سیستم عامل و نرم افزاری که نصب کردین، پست اتفاق میفته. پست یه سری تسته که فقط میبینه سخت افزار سالمه یا نه. اون ارور مشهوری که کیورد خرابه F1 بزنین که بره مرحله بعدی، اینجاست. پست در واقع رم رو چک میکنه، هارد رو چک میکنه که اصلا اینا حضور دارن یا نه. و بعد بایوس کنترل رو میده به یه چیزی به اسم MBR، Master Boot Record. توی سیستم‌های مختلف میتونه فرق کنه. شما اینجوری ببینین که در واقع ماکسیموم 512 بایت اول هارده اجرایی رو میذاره اینجا، فلگش رو شروع میکنه اجرا کردن اون 512 تا. اون 512 بایت باید بتونن سیستم رو بیارن بالا. خب مشخصا تو سیستم های قدیمی یه کار خیلی کوچولو میکنن، تو سیستم های مدرن تر کارهای پیچیده تری باید بکنن. شما نیاز دارین بعضی موقع تو لینوکس چند تا سیستم عامل رو بوت کنین. یه منو میاد میگه کدوم لینوکستون رو میخواین، یا یه ویندوز هم توی اون یکی پارتیشن دارین میخواین اصلا اون رو بوت کنن، یا هر کار دیگه ای، حتی یه برنامه خیلی ریزی رو بهتون میده برای ریکاوری، این جور چیزا، یا میخواین چند تا نسخه از لینوکس های مختلف داشته باشین، یا روی یه لینوکستون چند تا کرنل نصب کردین، در واقع چند تا هسته اصلی سیستم رو نصب کردین. کرنل لینوکس رو حرف زدیم تو درس قبلی فکر میکنم، یا تو بعدی میگیم. برحال اون فایل اصلی که در واقع هسته مغز متفکر لینوکسه، ممکن چند تا ورژن ازش داشته باشین، میخواین همه رو استفاده کنین همزمان نه، ولی بتونین داشته باشین، انتخاب کنین که تو این بوت میخوام کدوم رام بشه. اینها نیاز به یه مدیر بوت هوشمند داره، سمارت بوت لودر یا بوت منیجر یا هر چیزی. مدیر بوت توی لینوکس ما لیلو رو داشتیم، بعضی بهش میگن لایلو، نمیدونم تلفظ درستش چیه، که در واقع قدیمی تر از همه بود، خیلی خشک‌تر باش کار کردن. بعدش گراب نوشته شد که خب مدرن‌تره، سیستم خیلی ماجولارتریه، و بعد گراب ورژن 2 نوشته شد که اصلا دیگه انتظار میده خیلی ماجولار باشه و بسیار بسیار سیستم مدرن تریه در مقایسه با گراب و در نتیجه لایلو. یه اصطلاح هم همینجا بگم، چین لود کردن، جلوتر هم میبینیمش. چین لود یعنی اینکه یه بوت لودر سیستم رو بگیره دستش، تحویل یه بوت لودر دیگه بده. اگر من ویندوز دارم دیگه گراب نمیاد سیستم استارت شدن ویندوز رو خودش انجام بده، بره نمام فایلای اجراییشو بیاره بالا و نمام چیکار کنه و از این چیزا. ویندوز برای خودش نصب میشه توی پارتیشن، بوت لودرش هم داره. گراب که میاد جاش میشینه، یا هر بوت لودر هوشمندی که جاش بشینه، بوت رو این انجام میده، ولی اگر گفتین با ویندوز میده دست بوت لودر خود ویندوز. به این کار میگن چین لود کردن. در واقع من میگم برو رو پارتیشن فلان هر بوت منیجری هست با اون ادامه بده. خب دوستان مثالش هم جدیدتر ببینیم جلوتر. لیلو اولین سیستمی که حرف میزنیم، ما هر سه تا اینا رو حرف میزنیم، لیلو حالا یا لایلو، من بهش میگم اینجا لیلو، تلفظ درستش امیدوارم این باشه، گراب و گراب 2. لیلو
که لینوکس لودر هست، در واقع لینوکس لودر در واقع قدیمی ترین چیزیه که ما داریم. تنظیماتش توی ETC لیلو کانف پیدا میشه. در واقع اینجا من متاسفانه جدیم هم بهتون نشون بدم، گفتم این درس تئوریک ترین درسه، برای اینکه اینها دیگه نصب نمیشن تو سیستم های جدید. هر لینوکس قابل قبولی رو این روزها نصب کنین گراب دو نصب میکنه. حتی تو سیستم های قدیمی که ممکنه کار کنیم بهش بر بخوریم وقتی میرین سر کار، گراب یک، بعضی هاش میگن گراب لگاسی، گراب قدیمی، یا در واقع تکنیکالی گراب 0.9 نصب شده. خیلی کم احتمال داره به لیدو بر بخوریم. یه فایلی داره به اسم etc lilo conf که توش کانفیگ های خود لیلو هست. یه دستور هم داره به اسم لیلو کانفیگ که از این فایل کانفیگوریشن میاد لیلو رو نصب میکنه و کارهای دیگرش رو انجام میده. لیلو کانفیگ در واقع یه همچین فایلی رو به شما تحویل میده. من یک نمونهش رو اینجا برای شما اووردم. در واقع میگه که این همون لیلو کانفه، میگه originally generated by lilo config، توسط این آدم تغییر پیدا کرده، من از اینترنت برش داشتم. چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که دستور lilo config رو ران میکنین، این فایل رو برای شما میسازه که توش همچین چیزایی هست. ببینین چی میگه. اولا که نکته جالب اینه که مثل همیشه توی لینوکس وقتی این علامت رو دارین، هش یا حالا هر اسم دیگه که این روزا استفاده میشه، اسمای خیلی مختلفی داره، معنیش اینه که این خط کامنته، این خط دستور خاصی نیست، در نتیجه توضیح داره و میبینین چه حجمی توضیحات داره فایل لیلو کانف. خیلی پیچیده نمیشه. خیلی از کارهای لینوکسی ما اینجوریه که میایم اینا رو خودمون میخونیم، میفهمیم چی کار میکنیم. مثلا میگه this allows booting from any partition on disk with more than 1024 سیلندر. حتی اگه بیشتر از 1024 سیلندر هم داشته باشه، یعنی بزرگتر از اون 512 بایتی که من گفتم باشه، میتونین از هر جای دیسک بوت کنین. پس این کانفیگ رو من میزنم، خودش اتوماتیک زده. یه چیزی که شما بهش برمیخورین اینه بوت از رو چی بشه. جلوتر دقیقا این دیوایس ها و همه چی رو میبینیم تو درس های بعدی، ولی من میگم از دیوایس فلاپی دیسک صفر بوت کن، از اولین فلاپی دیسکی که کامپیوتر من نزدیکه. دقت کنیم، من یه فایل با دستور اینجا لیلو کانفیگ، یه فایل کانفیگ ساختم، هنوز لیلو رو نصب نکردم. این فایل داره میگه من میخوام لیلو چجوری کار کنه. میگم خب اوکی، من میخوام بوت هم از روی فلاپی اتفاق بیفته. دلیلی که خیلی بگردین اکثرا لیلوار تو فلاپیه، دلیلش هم اینه که هم خیلی قدیمیه، همین که آدم ها فقط میخوان تست کنن که ببینین یک چیز بوتبل ساختم براتون. فلاپی دیسک کوچولی بود که قدیمی کامپیوتر باش رام مینداختن و روش فایل کپی میکردن و اینا، نه مثلا هنوز هست یا نه. در این حال من میتونستم بگم که از رو هارد بوت بشه، یعنی بگم دف SDA بوت بشه، یا SDA یک پارتیشن اول SDA بوت بشه، یا هر چیزی. به هر حال اینه. بعدش میگم که در واقع وقتی که سیستم بوت شد از کجا میخوام فایل سیستم منو پیدا کنیم، فایل سیستم روت هم چی باشه. یه توضیحی اولش ندادم، اونم اینه که متاسفانه لینوکس از جای سخت شروع میشه. استفاده از لینوکس آسونه، نصب کردنش خب سخت نیست، ولی هی جزئیات داره. این درس تقریبا پیچیده ترین درسیه که تو کل LPI 101 خواهید داشت. خوشبختانه وزنش هم بالا 2 بیشتر نیست، در نتیجه احتمالا ازش 2 یا 3 تا سوال میاد که احتمالا میتونیم بزنین. اطلاعاتی که ما داریم میدیم خیلی زیاده. شما همین که بدونید لیلو چیه، گراب چیه، ایده اصلی کانفیگش چیه، با لیلو کانفیگ فایل لیلو کانف ساخته میشه و اینا کافیه. ولی خوبه که به عنوان یه آدم واقعی، چون فقط نمیخوام امتحان بدیم، بدونینم چی میشه اگه روزی دیدید. روت به من میگه فایل سیستم اصلیم کجاست. من میگم روی SDA، یعنی دیسک اول توی دیوایس هامه. SDA دیسک اولی که توی کامپیوتره، دومی میشه SDB C و همین جوری میره جلو. 7 پارتیشن، حالا فعلا بگیرین هفتمش، بعدا دقیق میبینیم که این 7 یعنی چی، بازم تو درسای دیگه. و بعد دیگه میاد جلو میگه پشتش بیت مپ اینو نشون بده، رنگاش اینجوری باشن که یه عکس خوشگلم پشتش نشون بده. بعد دیگه هیچ چیز مهمی نداره، همش ببینین توضیحات بسیار بسیار کاملی داره. میگه پرامپت بده، پرامپت یعنی که منتظر بمونم من بهش بگم چی کار کنه. 0.2 ثانیه، یعنی اینکه اگر من تو 0.2 ثانیه که میشه 20 ثانیه بهش نگفتم چی کار کنم، خودش از دیفالتش بوت کنه. دیگه چی داریم؟ یه فایل مپ هست که خوبه بدونین، /boot/map، فایلیه که موقع بوت سیستم لیلو برای خودش میسازه که بتونه سیستم رو باهاش بالا بیاره.
فایل باینریه برخلاف این فایل های تکست. ما هنوز لیلو رو نصب نکردیم، فقط داریم کانفیگوریشنش رو میبینیم. اوکی، میگم وی جی ای هم نرمال باشه، نمیخوادش هنر خاصی بزنی. فقط غیر این میتونم خیلی چیزتر کنم، در واقع بگم که مثلا یه گرافیک مود خاصی بره و اینجور چیزا. و در نهایت قسمت مهم این ایمیج هاست. این یکی از سیستم هاست که بوت میشه، این سیستم دومه که بوت میشه، این سیستم سومه. من سه تا آپشن اینجا گذاشتم. اولیش چی میگه؟ میگه که ایمیج کرنل رو از اینجا وردار، سلش بوت لینوکس ورژن 2.6.31 رو من کمپایل کردم گذاشتم اونجا. اسمش هم تو منو بنویس لین 2.6.31، یعنی در واقع این فایل کرنله که قرار سیستم رو بوت کنه، این رمه. ما همیشه یه دونه در واقع یه فایل کوچولو واسه رم درست میکنیم که اولی که میاد بالا قبل از اینی که کرنل بوت بشه لازم داره یه کارایی بتونه بکنه دیگه. یعنی لازمه که مثلا من بتونم درایور دیسک رو داشته باشم، لازمه که بتونم با کیبورد یه تعاملات اولیه‌ای بکنم. اون رو این انجام میده، در واقع اینیت آر دی اینیت میکنه، خود کرنل اینجاست، این میاد بالا بعد کرنل رو لود میکنه، کرنل کار میکنه و رید اونلی هم هست. میگم خطامو قاطی کردم ولی فرق نمیکنه. به هر حال من سه تا آپشن بوت مختلف دادم، یکی لینوکس 2.6.31 مثلا ورژن 14، یکی یه ورژن جدیدتر، یه دونه هم مم تست. این لیبل هم میگه که تو اون منوی بوت چی نشون بده. در این حال بزرگترش کردم یکم که راحت تر باشیم. اگر هیچ چیز هر چیز دیگه هم داشته باشیم میتونیم به اون بدیم. در واقع مثلا بگم که روی SDA 1 پارتیشن اول دیسک اولم یه دونه ویندوز XP هستش، چون که زدم آدر خودش به شکل چین لودر میده دست اون که اون خودش بوت کنه بره جلو. خب اینو ببینین، تا اینجا من فقط برمیگردم بالا از طریق دستور لیلو کانفیگ فایل لیلو کانف رو ساختم، هنوز لیلو نصب نشده. لازمه که من اینجا بهش دستور بدم لیلو داش وی داش وی، تقریبا هر جا داش وی دارین، همه جا نه ولی تقریبا هر جا، اسمش ورباس. ورباس یعنی این که خیلی حرف بزنه. من تقریبا هر دستوری رو اجرا کنم اگه وی به عنوان سویچ بهش بدم زیاد چیز مینویسه. اگر اینجا هیچی وی نمیدادم هیچی نمینوشت، میزدیم لیلو میرفت خط بعد. یه وی میدادم یک کمی مینوشت، دو تا وی دادم خیلی بیشتر نوشته. بعضی دستورها اینجوریه، اگه چند تا وی بهشون بدین هی بیشتر و بیشتر و بیشتر مینویسن. من میتونم بهش تا 5 تا فکر کنم تو لیلو بدم. لیلو رو ران کردم با داش وی داش وی، دو تا وی میتونم یه داش وی وی هم بذارم که زیاد چیز بنویسه. میگه لیلو ورژن فلانه اومده بالا و اینا قبول، همه چیز هم اوکی، روی اوبونتو دارین تستش میکنین، اینا هاش رید میکنه بوت سکتور FDA. از کجا فهمید بعد رو فلاپی صرف بنویسه؟ اون بالا بهش گفته بودم که میرم بالا. من اینجا بهش گفته بودم که وقتی رانت کردم میخوام روی فلاپی خودت رو نصب کنی. جلوتر که گفته بودم روترش کجاست، گفته بودم آقا فایل سیستم روت من وقتی اومد بالا چی میشه. پس برمیگردم پایین، دارم همینجوری خورد خورد میرم پایین و میرسم به اینجا. اوکیه، رو فلاپی خودتو نصب کنی، میاد دیگه کلا توضیح میده که همه اون کانفیگا که داری انجام میدی رو من دارم انجام میدم. حالا دارم یه دونه آپشن درست میکنم که با این بوت ایمیج سیستمو بیاره بالا، یکی دیگه درست میکنم که با این بیاره بالا، یه دونه هم مخصوص مموری تست درست میکنم و در این حال چین لودر رو دارم نصب میکنم روی این، چون دو تا چین لودر تو آدر داده بودیم بالا، یادتونه؟ اینجا گفته بودم یه آدر دارم که فدورا 8 تو SDA 6، بوت لودر من دیگه نمیخواد کنترلش کنه، فقط میده تحت کنترل این بوت لودر. و همچنین یه دونه XP دارم که اونا دو تاییش اینجا میاد. میگم یه دونه اینجا دارم XP بوت میکنه و یه دونه فلان، و در نهایت کارش رو تموم میکنه، یه فایل مپ هم تو سلش بوت مپ درست میکنه. سویچ هایی که تو لیلا مهمه، داش کیو فقط اینفورمیشن درباره مپ فایل به شما نشون میده، کوئری. معمولا اگه نمیدونستین چیه حدس میزنین کیو کوئریه یا کوایته، یا خیلی کم سر صدا کار میکنه یا کوئری میگیره یه چیزایی درباره یه چیز دیگه میگه. و سویچ های دیگه داش آر داش ال اینفورمیشن درباره کرنل میده و یو تنها سویچ مهمه به نظرم، آن اینستال میکنه ام بی آر قبلی رو جایگزین میکنه. در واقع اگر خرابکاری کردین با لیلو میتونین داش یو بزنین، آن اینستال میکنه خودش رو و ام بی آر قبلی رو جایگزین ام بی آر فعلی میکنه. اینم بدونین که اگه سیستمی با لیلو بوت شد، شما میتونین از طریق کلیدهای بالا پایین
جهت نما اینجوری اینجوری توش بالا پایین برین و در این حال تب رو اگر بزنین اجازه میده اون منوی خاص رو ادیت کنین و تغییر بدین. متاسفانه امکان نصبش تقریبا نیستش، مجبوریم که ازش بگذریم. نکته دوم در واقع بوت لودر دوم گرابه، ما بهش میگیم گراب ورژن 1، تکنیکالی گراب ورژن 0.9 و خیلی ها بهش میگن گراب لگاسی. لگاسی یعنی قدیمی، مثلا بازی های لگاسی، هاردور های لگاسی، حالا بوت لودر لگاسی میشه گراب ورژن قدیمی. کماکان تقریبا توی سیستم مدرنی گراب ورژن 1 نمیبینین، خیلی هم پیچیدگی نداره. وقتی درک پیدا کردین که چه جوری کار میکنه بوت لودر، دیگه تقریبا همشون در نهایت مثل همه. توی اسلش بوت گراب منیو لیست میذارن در واقع فایل کانفیگ این یکی رو، بوت گراب منیو لیست چه منویی به شما بده وقتی قرار بوت بشه. در این حال فایل بوت گراب کانف هم هست، اینا معمولا به هم یه لینکن. لینک یعنی این که در واقع یه فایل هم با دوتا اسم، درسای آخر میبینیم چنین چیزی رو. یه نمونه کانفیگوریشن دیفالتش اینه، وقتی نصبش میکنین aptitude install مثلا grab یا grab 2 یا lilo، اینم بعدا میبینین در واقع اول دوره هستین. خیلی چیزا ممکنه که در واقع نمیتونیم، مثلا الف بی نیست که الف رو بگم بعد به بعد سیم، شما مجبورین که یه مجموعه ای رو با هم ببینین. من رو سعی میکنم بگم چی در آینده دیده میشه، الان نگران نباشین، وقتی یه بار درس ها رو مرور کردیم برگردیم به این درس میبینین چقدر ساده بوده. تنظیماتش چنین چیزیه، دیفالتش یه که اولا میتونم مثل قبل بگم که بوت اصلی من از کجا اتفاق میفته. دیفالت هم که اینجا کامنتش کرده نیازی بهش ندارم، دیفالت هم یکه، یعنی این که در نهایت تو اون لیست منویی که برات درست میکنم اولی شما هم میخوام حالا تا عادی بوت بشه اگر تو 10 ثانیه هیچ کاری نکردم، تایم آوت هم 10. اسپلش ایمیج این عکس رو از روبرو پارتیشن پنجم هارد اول نشون بده. بوت گراب اسپلش فلان یه فرمت خاصه که اون پشتش یه عکس گرافیکی نشون بده. پسورد این مهمه، پسورد با MD5 اینه. حالا لازم نیست شما تولیدش رو بدونیم، ولی وقتی که من پسورد دارم یعنی این که وقتی میخواد بوت بشه از من یه پسورد میپرسه، اگه من پسورد رو ندارم مثلا گراب هم حتی بوت نمیشه. بعدش مثل قبلی میام یه سری تایتل دارم، پس اینجا خیلی ساده بود، من فقط گفتم دیفالت هم یکه، یعنی این که این اولین گزینمه. فکر کنم این صفره، بله از صفر شروع میکنه، پس در واقع وقتی میزنم یک یعنی این گزینه دیفالت همه. اوکیه، اگه زدم دیفالت مساوی صفر از این بوت میکرد. تو 10 ثانیه ثبت میکنه، اگه 10 ثانیه من هیچ با دگمای بالا پایین نرفتم روی یکیش انتر بزنم همین این رو بوت میکنه برام. حالا این چجوریه؟ تقریبا مثل قبلی یه تایتل داره، در نتیجه تو منو مینویسه اپگرید تو فدورا 11، زیرش نوشته فدورا تو پرانتز 26 فلان فلان، زیرش نوشته فدورا فلان فلان فلان. خب اون چرا تایتل رفت؟ حله. بعدش بذاریم از این بیایم که این معقول‌تر و ساده‌تره، یه روت داره، یعنی این فدورا تو کدوم هارد نصب شده، HDA 0 پارتیشن 5، یعنی HDA اولا پارتیشن 5مش. کرنلش اینه، درست مثل قبلی میگم فایل کرنل هم اینجاست توی اسلش بوت وی ام لینوس فلان، یه سری هم پارامتر داره که تو بوت سیستم میبینیم، تو این درس نه. یه دونم دوباره رم درایو اینیت آر دی من چیه، در واقع ایمیج اینیت هم چیه. هر سیستم لینوکسی که میخواد بوت بشه نیاز به این دوتا فایل داره، پس بهش میگه که من یه فدورای ورژن 2.6.28 دارم، در واقع ورژن کرنلش رو میگه. این فقط عنوان هم مثلا مای لاولی لینوکس سیستم، مای اولد فدورا. میگه از تو کدوم پارتیشن چه کرنلی رو و چه اینیت آر دی رو بوت کن. یه سری تایتل دارم، یه سیستم اینجاست، گزینه دوم هم اینجاست. توی چین لودرام این شکلی میشه، مثلا وقتی میخوام ویندوز رو بوت کنم میگم که روت نو وریفای نمیخواد چک کنی، فقط منظورم پارتیشن اول، حالا صفرم هارد اول یا صفرم، میبینید یه نکته خیلی آهان کنکوری اینه که حواستون باشه، گراب لگاسی از صفر شروع میکنه همه شمردناشو، گراب غیر لگاسی اینو از یک شروع میکنه، درش میزنیم HDA در واقع SDA
بعد اینجا میزنیم یک، یعنی پارتیشن اول. اینجا که میگم پارتیشن اول یعنی 0 1، پارتیشن دوم تکنیکالی. اوکی، پس گراب لگاسی همیشه شمردنش از 0 شروع میکنه، گراب جدید از 1 شروع میکنه. من میگم که یه ویندوز دارم، توی پارتیشن 0 روم از هارد 0 روم اول، در واقع اول حالا بهش بگیم، چین لودر مثبت 1 بده فرمونو دست این. پس دو جور میتونم تعریف کنم، یکی اینکه تایتل اسم سیستم عامل بگم رو کدوم پارتیشنه، با دستور روت بگم کرنلش چیه، بگم اینیت آردیش چیه، یا اینکه بگم روت نو وریفای برو به فلان فارد بدون اینکه چک کنی که لینوکس یا هر چیه، فقط چین لودر رو بده دستش. اوکیه، بسیار موضوع ساده ایه. چند تا کانفیگ اونجا داشتیم، یکی دیفالت بود که میگفتش که کدوم اتوماتیک بود باشه. اگه من زدم دیفالت 1 یعنی 0 1، از این بوت میشه اتوماتیک. یکی تایم اوت بود یعنی بعد از 10 ثانیه بوت بشه. اسپلش ایمیج بود، پشتش چکسی نشون بدیم، پسورد بپرسه یا نه، و هر سیستمی که بوت میشد این 4 تا رو داشت. تایتلش چیه، روتش کجاست، تو کدوم پارتیشنه. اینجا یه مثال زدم، کاونتینگ استارت فرام 0 root HDA02، یعنی اینکه سومین پارتیشن دیسک اول. حالا خیلی سر این دعواست، این خیلی گیج کننده است، چون خیلی از برنامه‌نویسا به این میگن در واقع هارد اول پارتیشن دوم، چون صفر هم میشمرن خودشون. ولی به هر حال کرنلش کجاست، اینیت آردیش کجاست. دو تا چیزی که آخرش میمونه، یکی سیو دیفالت. اگر من اون بالا بدنم سیو دیفالت، یعنی که اگه من رفتم یه بار خودم پنجمی رو انتخاب کردم، دفعه بعد تو خودت پنجمی رو انتخاب کن، آخرین چیزی که من استفاده کردم رو بوت کن. و چین لودر هم که دیدید. حالا دوباره برگردیم به این، ما الان هیچی نصب نکردیم، ما فقط یه فایل کانفیگ دیدیم توی بوت گراب گراب کانف که در واقع یه شورت لینک با بوت گراب منیو لیست. ما فقط یه کانفیگ داشتیم، هنوز گراب نصب نشده. من برنامه گراب رو دارم ولی گراب رو دیسک نصب نکردم که کامپیوتر رو بوت کنه. چجوری نصبش میکنم؟ بالا اگه یادتون باشه تو لیلو من بهش میگفتم که وقتی تو رو اجرا کردم میخوام، این مال لیلوه، من وقتی تو رو اجرا کردم میخوام بری رو فلاپی دیسک نصب بشی. توی گراب چنین چیزی نمیگیم. در نتیجه وقتی من گراب رو ران میکنم، میزنم گراب اینستال، میبینیم با دسترسی روت ران میشه، میزنم گراب اینستال، گراب رو با این کانفیگ کجا نصب کن؟ توی سلش دف فلاپی دیسک. میتونستم بزنم سلش دف SDA 1 یا هر چیز دیگه ای، SDA حواستون هم باشه، میتونم رو SDA نصب کنم که میشه رو MBR، رو سکتور اول کل دیسک، یا میتونم تو SDA 1 نصبش کنم که میشه پارتیشن اول در واقع اون دیسک. فرقی نمیکنه برای گراب، گراب میتونه رو سی دی، فلاپی، ام بی آر یا پارتیشن یا هر چیزی تقریبا نصب بشه. اینجوری هم میتونستم بدم، فقط اگه اینجوری میدادم چون پرانتز داره حتما باید میذاشتم توی در واقع سینگل کوت یا دابل کوت، یعنی میذاشتم گراب اینستال کوت روی تو پرانتز اف دی اس فلاپی دیسک. موقعی هم که بوت میکنین دوباره دقیقاً همونه، میتونین که بالا پایین بریم با فلشا، انتر رو بزنین بوت میشه اون گزینه‌ای که انتخاب کردین، میتونین گزیناتونو ادیت هم بکنین. اگه ای رو بزنین شروع میکنه اون گزینه‌ای که انتخاب کردین رو ادیت میکنین، اگر بی رو بزنین اونو بوت میکنه. ادیت بوت، ادیت بوت، ادیت بوت. سوالش خیلی آسونه. و در نهایت آخرین سیستم گراب 2. متأسفانه که تئوریه، قول میدیم هیچ درسی دیگه اینقدر تئوری نباشه. گراب 2 چجوریه؟ معمول ترین چیزی که ما الان داریم استفاده میکنیم گراب 2ه. فایل کانفیگوریشنش اینجاست برخلاف قبلی، اون یادتون باشه در واقع توی گراب کانف بود که در اصل یه لینک بود به منیو لیست. منیو لیست توی گراب 2 حذف شده و در واقع همش گراب کانفه. توی منوی توی دایرکتوری بود، دایرکتوری گراب، گراب سی اف جی. فایل کانفیگش اینجاست. بذار اول یه نمونه نشون بدم. همه چیزش عوض شده نسبت به گراب قبلی. دلیلش هم اینه که یه بار کلن از صفر بازنویسیش کردن که یه چیز ماجولار خیلی قوی موندگار داشته باشن. لازم نیست همش هم بدونین. ایدای اصلیش، در واقع یه بخشای اصلیش همچین چیزاییه برخلاف قبلی. میبینین دقیقا هم پران چیز
کرلی براکت باز بسته داره، هر کدوم کانفیگاشو دارن، ایف داره و کارهای مختلف. ولی در نهایت میدونی سیستم چجوری بوت میشه. مثلا میگم منیو انتری یه گزینه، اوبونتو لینوکس 2.6.31.20 مثلا. یه تیکه از اوبونتو من که قراره با این کرنل بوت بشه، یکی از گزینه‌های بوت گراب دومه. یه کارم گزینه داره که ما باش خیلی کاری نداریم. مهمش روت، دوباره میگم ست کن روت رو، هارد سفرم یا SDA الان میگن این قدیمیه، پارتیشن هفتمش. لینوکس کجاست؟ هسته لینوکس تو اسلش بوت VM لینوکس فلان فلانه. اینیت آردی کجاست؟ یادتونه اون موقع هم کرنل داشتین که الان شده لینوکس، اینیت آردی خودشه. اینیت آردیش هم اینه. هر گزینش این شکلیه. الان تو سیستم من ببینین. بذاریم برم توی این. لس. من با لس فایل رو نشون میدم. بوت گراب. گراب کانفیگ. مال من الان این شکلیه مثلا. یه سری ایف و اینا بالاش داره، میام پایین، حتی فانکشن داره، خیلی چیزای پیچیده‌ای داره، ولی در نهایت قسمت حساسش برای من اونجاست که شروع میکنم یه سری منیو انتری تعریف کردن، بزرگش کنم، میگم یه منیو انتری دارم به اسم اوبونتو، حتی میتونه بگه کلاسش اوبونتو، یعنی یه سیستم از مدل اوبونتو که اینا رو هم گروه کنه و اینا، و ایناهاش لینوکس در واقع کرنل رو برو از توی بوت وی ام لینوکس 16 بوت کن، اینیت آردیش هم از اینجا بیار. همینجوری گزینه‌های دیگه هم دارم، مثلا میگم منیو انتری اوبونتو با یه کرنل قدیمی، منیو انتری اوبونتو با کرنل حتی قدیمی تر، همینجوری میره پایین. خیلی مفصل شده. خب حالا چی میشه؟ یعنی میگین چطور شده؟ من این کانفیگو دارم تو گراب دوم، فایلش هم که دیدین این بود، کافیه نصبش کنم. گراب خط فاصله اینستال، تو بعضی سیستم های کردن گراب دو اینستال، دوتاییش ممکنه، چون که در واقع بعضی ها میخوان هم گراب داشته باشن هم گراب دو رو که بتونن بین هم سویچ کنن، یا یه زمانی از این به اون سویچ کنن یا هرچی. بنابراین بعضی رسم دستور کردن گراب دو، گراب یا گراب دو دش اینستال سلش دف SDA. گراب رو با اون کانفیگ هایی که داشتیم نصب کن توی سلش دف SDA تو دیوایس ها هارد اول. این در واقع میاد یه کور ایمیج درست میکنه، فایل کانفیگوریشن اگه نباشم درستش میکنه، اگر باشه استفادهش میکنه و گراب رو توی MBR مینویسه. چرا تو MBR مینویسه؟ چون که من بهش گفتم که روی SDA نصبش کن، رو کل هارد، در نتیجه میره رو MBRش مینویسه. اگه گفته بودم SDA 1 رو پارتیشن اولش فقط مینوشت. هلپش هم که معلومه، داش داش هلپ، میتونین ستاپش کنین، میک ایمیج کنین و اینجور کارها. و تقریبا هیچ چیز مهمی نمیمونه. بذارین اینم بگم، یهو دیدین یه روزی خواستن سوال بدن. اگر من هیچ کانفیگی نداشته باشم و بخوام یه کانفیگ خالی درست کنم، گراب میک کانفیگ که برابرش اینجا هم دارین دیگه، گراب ستاپ رو دارین که میتونه یه فایل درست کنه یا ازش بخونه و خیلی کارهای دیگه. اوکی بذارین اینم بزنم برای اینکه درس رو تموم کرده باشیم و بعد یه نگاهی بندازیم ببینیم چیکار کردیم. اصلا clear. من در واقع میتونم، چون من گراب دو دارم دیگه، مال من گرابه، گراب install dev sda، در واقع گراب رو میره نصب میکنه اونجا، میگه نمیتونم نصب کنم چون شما دسترسی ندارین. قبلش یه sudo میزنم باعث میشه با دسترسی root، میگه دارم یه گراب نصب میکنم تو sda. قبلن داشتم در واقع فقط داره روش مینویسه، هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. اون فایل کانفیگوریشن هم که به شما نشون دادم، خب میگه که installation finished، نصب شد بدون هیچ اروری. میتونم هم در این حال بزنم grab make config، همینجوری علکی بزنم، در واقع میره میگه که باید root باشیم، چون میره همه درایور رو خودش میخونه، میبینه چیا هست، یه کانفیگوریشن درست میکنه که من به شکل لینوکسی میتونم اینجوری بزنم، بگم grab make config کن، فایل کانفیگت رو بریز توی boot grab grab conf، میگه باید root باشین، چون در واقع اینو با root run میکنه و میریزه توی این فایل. بزنین root بشم کلن. حالا میزنم grab make config، کانفیگوریشنی که درست میکنی رو بریز تو grab boot grab conf، میگه دارم درست میکنم، میگه لینوکس اونجا پیدا کردم، اینجا پیدا کردم و همه خروجی اصلیش رو ریخته تو این. اگر در واقع من الان این فایل رو نشون بدم چنین چیزیه،
میگه در واقع همچین تنظیماتی دارین و نمیدونم مثلا منیو انتری دارین، اوبونتو بوت میشه با این لینوکس در واقع، یعنی با این کرنل و با این اینیت آردی از توی این روت. اوکی، این میشه کل بحث بوتلودرها و آشنایی با بوتلودرهای ما. بذاریم برگردیم بالاش ببینیم آیا هرچی لازم بود و توش یاد گرفتیم. باید بتونین درک کنیم بوت لوکیشن ها رو مثل STA, MBR و اینجور چیزها، اینستال و کانفیگور کنیم بوت لودر گراب لگاسی رو، گراب دو رو، و باهاشون یه اینتراکتی بکنیم. بالا پایین میریم توش، E میزنیم ادیت میکنه، B میزنیم بوت میشه، و در این حال هم E که میزنیم ادیت میکنه میتونیم کل اون لاین رو توش بنویسیم یا هرچی. بالا پایین رو انتر هم که داشتیم. چیزی که یاد گرفتیم منیو لیست، گراب اینستال، ام بی آر، سوپر بلاک. سوپر بلاک رو توی درس دیگه خیلی مفصل خواهیم دید. باش باشین خورم تا درس بعدی.